در فضای اینترنت نظرات متضادی نسبت به شجریان ابراز می شود که ما سعی می کنیم در این برنامه فقط از منظر سیاسی به زندگی او بپردازیم. ما برخی از موضع های این هنرمند را به همراه آخرین پیام سیاسیش برای پاسخ به این سوال بررسی خواهیم کرد. ما می خواهیم ببینیم که شجریان اصلاح طلب بود، تودهی بود، برانداز بود، انقلابی بود، شورشی بود و یا دیدگاه سیاسیش چه بود؟ ببینیم کدام یک موضوع درستتر یا صادقانه تری در مورد او دارند آنها که از او متنفرند یا آنها که عاشق او هستند برای پاسخ دادن به این سوال به نظر باید ببینیم که آخرین حرف و پیام سیاسی شجریان به مردم ایران چه بود برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید اول ببینیم شجریان که بود؟ شجریان در زمان شاه فقید در جشن هنر شیراز شرکت کرد. جشنی که شهبانو فرح پهلوی نقشی مهم در راه این جشن داشت. شرکت در این جشن نوعی موافقت سیاسی با حکومت وقت بود یا حداقل اینطور برداشت میشد. شجریان در زمان خمینی برای انقلاب 57 سرود و آهنگ خواند. شجریان در سال 88 در کنار جنبش سبز ایستاد اما برانداز نبود و بنابر ادعای اصلاح طلبان یک اصلاح طلب بود شجریان مدت ها پیش از شروع جنبش موسوم به جنبش سبز در دیماه 86 از نمایشگاه نقاشی میر حسین موسوی دیدار کرده است البته نمایشگاه میر حسین موسوی با نمایشگاه خط امیرخانی همزمان و هممکان بوده و با یقین نمی توان گفت که شجریان صرفا برای دیدن نمایشگاه موسوی به آنجا رفته است اما میر حسین موسوی نیز در مهر ماه 88 و پس از شروع تظاهرات 88 از کارگاه آوازی شجریان دیدار کرده است اگر دیدار اول این دو را اتفاقی و دیداری هنری بدانید هرگز نمی توانید ادعا کنید که دیدار دوم سیاسی نبوده است چون این ارتباطی را بین میر حسین موسوی با هیچ هنرمند دیگری ندیده ایم. هنرمندی که به اندازه شجریان معروف باشد. بیشک شجریان در آن زمان با میر حسین موسوی نزدیکی فکری داشته است و چون این دیدارهایی هنری نیستند و فقط معنای سیاسی دارند. اما اتفاقات بعدی اصلاح طلب بودن شجریان را نیز رد می کند. میر حسین موسوی قطعا برانداز نیست، موسوی در دوره بین پایان نخست وزیری تا نامزد شدن برای ریاست جمهوری در انزوا بود اما پشتیبان جمهوری اسلامی و در سکوت این حسین موسوی برانداز نبوده و نیست و سراحتا این را نخواسته و همیشه گفته است که جمهوری اسلامی میماند اما باید اصلاح شود میر حسین موسوی پس از جنبش سبز هم به دیدار شجریان رفته و اصلاح طلبان ادعا می کنند که شجریان اصلاح طلب بوده است. حداقل تا آن زمان در موافق ترین حالت نمی توانیم قطعا بگوییم شجریان اصلاح طلب نبوده است. اما قسمت مهم و نهایی ماجرا پس از این رخ می دهد. آخرین سخن شجریان با حرف موسوی در این باره در تضاد است. آخرین پیام سیاسی شجریان به مردم ایران این است که رژیم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد که بسیاری او را از طرفداران حزب توده میدانند و خود این موضوع را رد کرده و آن را مربوط به گذشته میداند گفته که شجریان نامه سیاسی خود را نزد عباس میلانی گذاشته که آن را پس از مرگش منتشر کند و هر حرفی خلاف جهت سیاسی این نامه سیاسی گفته شود خلاف واقعیت است و من در آن صورت در مقابل شما خواهم ایستاد و خواهم گفت که شما دروغ میگویید حتی اگر همایون شجریان فرزند او باشید عباس میلانی میگوید که محتوای نامه سیاسی شجریان که یک قانون اساسی است را در آینده این نزدیک منتشر خواهد کرد اما لازم نیست که ما این قانون اساسی را بخوانیم تا بدانیم آخرین پیام سیاسی شجریان چه بوده است پیام و محتوای اصلی این قانون در تیتر آن نهفته است. قانون اساسی پیشنهادی دوره گذار از رژیم جمهوری اسلامی در واقع شجریان میگوید که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و در آینده به یک قانون اساسی دوران گذار به حکومت بعدی نیاز است. موسوی تا به امروز چون این چیزی را نگفته که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. بنابراین در این نقطه مهم بین موسوی اصلاح طلب با شجریان که میگوید جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد فاصله بزرگی وجود دارد. موسوی تا به امروز اصلاح طلب باقی مانده است اما آخرین حرف شجریان سقوط رژیم جمهوری اسلامی است. می توانید اصلا وزن شجریان در این موضوع را انکار کنید و بگویید که اصلا در مبحث سیاسی وزن و اهمیتش ناچیز بوده است و به نظر شما او اصلا مهم نیست. ولی جهتی که شجریان برای آینده ایران متصور است را نمی توانید انکار کنید. شجریان در آخرین حرفش می گوید که رژیم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. در واقع شجریان به اندازه مرزیه و ویگن مستقیما وارد اپوزیسیون نشد. اما گذاشتن پیام سیاسی خود نزد عباس میلانی و تیتر قانون اساسی پیشنهادی به اندازه کافی گویاست که شجریان برانداز بود و شکی را در این رابطه باقی نمیگذارد. عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد تاکید کرد که نه آقای شجریان و نه من این ادعا را نداشته ایم که این قانون اساسی ایران است. این تنها تلاش ما و عدهای دیگر به عنوان شهروند برای چاره اندیشی درباره آینده ایران بوده است. میلانی همچنین درباره این خواننده سرشناس گفت که او هنرمندی برجسته بود که به هیچ کس باج نمیداد. نه به بازار، نه به آخوند و نه به کاباره. او نه تنها هنر و موسیقی ایران را برکشید بلکه ایرانیت را برکشید. چرا که الگوی برجسته از انسانی ایرانی بود که در مقابل جزمیات دینی و جبر جابر برای ما ایجاد کرد. آقای میلانی همچنین درباره محدودیت هایی که برای آقای محمد رزا شجریان در سالهای اخیر ایجاد شده بود گفت که شرم بر رژیم جمهوری اسلامی که یک نسل جوان را از دیدن آثار آقای شجریان و تماشای کنسرت های او محروم کردند این بهایی بود که ملت ایران برای آزاد شجریان پرداخت کرد گفتنی است که محمد رزا شجریان در جریان اعتراض های سال 88 در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت که معترضان را خس و خاشاک نامید در مصاحبه ای گفته بود که من صدای این خس و خاشاکم این صدا همیشه برای خس و خاشاک بوده هست و میماند مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.